اکثر کسایی که درگیر تله رها شدگی هستند معمولا به سیگار، الکل و مواد مخدر روی میارن. و اگر از اونها بپرسیم که آقا شما چرا به این مواد رو آوردید؟ میگن خب برای جون رها شدن از فشار عصبی خانواده، دوستان، اطرافیان و محیط کار. نکته ای که اینجا مطرح هست این هستش که درسته این مواد مثلا کوکائین یا سیگار یا مشروبات الکلی باعث به وجود اومدن یه حالت خوشایند یه حالت سرخوشی و سرمستی به انسان میده اما اینها گذرا هستند به محض اینکه این مواد از خون انسان خارج بشه و تاثیراتش از بین بره دیگه مدن دیگه هر کاری کنن دیگه به اون حالت سرخوشی نمیرسن یکی از ویژگی های مهم مغز زیاد خواهی مغز هست وقتی بدونه که موادی وجود دارن که باعث این حالت خوشی و سرمستی میشه سرخوشی میشن میل پیدا میکنه که اونها رو مصرف کنه ولی این نکته خیلی های زهمیت هستش که مصرف بیشتر باعث میشه که در دراز مدت تأثیر اون کمتر و کمتر بشه به نحوی که حتی باعث توهم استرس و نگرانی میشه اضطراب میشه کسایی که درگیر مواد مخدر یا مشروبات الکلی هستن اگر به اون حالت خماری خودشون برسن دیگه هر صورتی که شده به هر نحوی که شده میخوان به اون مواد دست پیدا کنن و حتی ممکنه درگیری و نزاع و عرض به حضورشون خشم و خشونت به کار ببرن این نکته رو به این خاطر عرض کردم خدمت شما ببینید مثلا در مورد همین سیگار عرض کنم خدمت شما مرکز توی مغز هست به اسم مرکز الغای پاداشت. دقت کردید بعضی از افراد مثلا برای بعضی از عواطف مثبت مثلا یه بعد از یه غذای چرب و شیرین خوشمزه یا بعد از لذت جنسی یا بعد از یک مهمانی باشکوه دوست دارن سری یه سیگار روشن کنن یا مثلا تو عواطف منفی هم همینطور هست توی قمه ها توی سوگواری ها توی عرض به حضور شما که ناراحتی ها سریع سیگار روشن میکنن این مرکز القای پاداش هستش که یعنی اون قسمتی از مغز هستش که زیاده خواه هست میخواد به اون آرامشه برسه به اون حس خوشایند برسه به اون حس سرمستی برسه ببینید عرض کردم تو قسمت های قبلی مغز برای لذت هورمون دوپامین رو ترشح میکنه این استمرار حس دوپامین رو ترشح کردن مغز وابسته به یه سری مواد میشه از جمله مثلا مواد مخدر مشروبات الکلی سیگار نیکوتینی که تو سیگار وجود داره همه و همه باعث میشن که مغز انسان به یه نحوی شرطی بشه به این مواد و اگر بهش نرسه یا دیر یا تأخیری توش بیفته حالت های ارز همون استرس و نگرانی و استراب حساب درگیرش بشه برای اینکه این اتفاق نیفته حالا عزیزانی که درگیر این تله رها شدگی هستن باید حتما بتونن شیوه زندگی خودشون رو عوض کنن شده دوستان خودشون رو عوض کنن محیط و اون شرایطی که توش قرار داره عوض کنن تغییر ایجاد کنن تا بتونن کاهش استرس استرا و نگرانی دلهوره یا عواطف منفی را داشته باشن این نکته هم باید حتما بدونن کسایی که این به این مواد مخدر سیگار الکل روی میارن باعث از بین رفتن اون سلول های عصبی میشه حتی نه اندام های خودشون هم ممکنه از دست بدن ممکنه بیماری های قلبی ریوی بگیرن چون خیلی از این مواد حالا به یه حالتی اسید مواد افزودنی به اونها اضافه میشه موادی که باعث از بین رفتن بافت های قسمت های بدن میشه این نکته به این خاطر ارز کردم خدمت شما که افرادی که به مواد مخدر سیگار مشروبات الکلی هر نوعش روی میارن به جای اینکه بیان اون شرایط رو تغییر بدن میان دست به این تغییر خودشون میزنن و میخوان خودشون رو تغییر بدن ولی قافل از این هستن که خیلی از این تغییراتی که در خودشون ایجاد میکنن واقعا دیگه جبران ناپذیره سلول های مغزی سلول های عصبی به این راحتی ترمیم نمیشن شاید هم تا آخر عمر دیگه ترمیم نشن و یه سری مشکلات حرکتی رفتاری و گفتاری رو حتی باعث بشن ممکنه قسمت های مختلفی از یاد و خاطری اونو از بین بره و مسائل مغزی حالا انواع اقسامش درگیر اونها بشه امیدوارم که توی این برنامه تونسته باشم توی این قسمت تونسته باشم این مواد تاثیرات سیگار مواد مخدر و الکل رو خدمت شما یه اشاره کوچیکی داشته باشم